برام خداوند بخشاینده و نهایت مهربان. سلام خدمت شما شاگردان نهایت عزیز، با امید از اینکه جور صحتمند و سرحال باشین. نام ما هست نرگس نگروا و استاد مضمون کیمیای شما هستم. کیمیا را به شما تدریس میکنم با امید از اینکه به همکاری یکی دیگه بتانیم چیز یاد بتانم و شما هم چیز بیاموزیم. خب شاگردان عزیز، قبل از اینکه در مورد درس بحث داشته باشم، اولا باید از کیمیا یک تعریف داشته باشم که دوباره او به یادتان بیایم. کیمیا گفتیم عبارت از علمی است که از تغییرات کیفی، ساختمان، خواص، تغییرات یک ماده بحث میکند، که در صف هفتم در مورد ماده و خواص و دیگه خصوصیاتش خوانده بودیم. حالا صف هشتم نظر به تاریخچه اتم را میخوانیم، کدام دانشمندان نظر در مورد اتم داده بودند، نظری کدامش چه قسم بود و بدون از یا خود اتم مطالعه میکنیم، هسته چی است، الکترون ها چی است، جدول چه قسم است، تمام از اینا را بخیر در این سال میخوانیم. پس با هم یک جا درس امروزی خود را شروع میکنیم. درس اول ما هست در مورد نظر به تاریخچه اتم. هر موضوعی را که شما شروع میکنین، اولا تاریخچهش بسیار مهم است که کدام دانشمندا چی نظر داشتن. دانشمندای مختلف و نظرهای مختلف داشتن که اولا ارسطو بود، گفته بود که اتم کس از خود اتم کس از یک ذره ساخته شده که غیر قابل تجزیه می باشه. بعد از اون یک دانشمند دیگر به نام دموکرات یا دموکرات آمد و هم نظر بود با ارسطو و اونا گفته که اتم کس یک ذره بسیار کوچکی است که غیر قابل تجزیه می باشه و اینمی ذره را گفت به نام اتم یاد میکنیم، اما این شکل کروی را داره. دانشمند دیگر به نام جان دالتون آمد و کره بودن با دموکرات هم نظر بود، اما جان دالتون گفت که نخیر، ما میتونیم اتم را به ذره های کوچک و کوچکتر از او تجزیه کنیم. چون دموکرات گفته بود که ذره کوچک را که ما تجزیه کنیم دیگه غیر قابل تجزیه باشه، او را به نام اتم یاد میکنیم، اما جان دالتون گفت که همو ذره کوچک است باز هم قابل تجزیه میباشه، دیگه هم میتونیم ما او را تجزیه کنیم. پس اصطلاح اتم به کار بردن، گفته که یعنی خود اتم از دو کلمه گرفته شد، ا و اتم. ا به معنای نفی و اتمش هم به معنای تجزیه، یعنی غیر قابل تجزیه، اولا برازی اصطلاح را به کار می بردن. خب بعد دانشمند دیگه به نام جوزف تامسون که هستک در مورد اتم گفت که خود اتم که هستک دارای هسته می باشه و شکل کروی را دارم و گفت تمام امی گرنگی یا سنگینی از او که می باشه در قسمت هستهش می باشه و او در سال 1911 امی نظری خدا بیان کرد و به خاطر از اینکه درست درک کنند دیگران، او مدل کیک کشمشدار که مشهورترین مدل می باشه پیشنهاد کرد که مدل کیک کشمشدار در یک پقاله می خواهیم برتان نشان بدم. خب شاگردان عزیز، خود از اینمی پخانه را شما تصور کنین که کیک است و اینایی که با مارکر رنگ سیاه کردیم فکر کنین که کشمش می باشن. مدل تامسون دقیقا مانند همی بود. شما در خانه های خود شاید کیک کشمشدار پخته کرده باشین یا خورده باشین یا در بازار دیده باشین. او به خاطر که موضوع را درست به دیگر را برسانه و هم خود ساختمانش هم مشابه به یک مواد غذایی ساخت. خب گفت که امی مدل کیک کشمشدار را پیشنهاد کرد، گفت قسمی که در خود کیک گفت کشمش وجود داره، فکر کنی اینا کشمش است، گفت قسمی که در خود کیک کشمش وجود داره همه قسم در هسته هم الکترون وجود داره. گفت که امی خود کشمش ها یا الکترون ها که در چهار طرف هسته در گردش می باشن. تامسون چی نظری داشت؟ تامسون در مورد زی گفت که خود پخانه را تصور کنه که کیک است و ایناش را تصور کنه که کشمش می باشه. پس گفت که کشمش که در کیک وجود داره مشابه به الکترون می باشه و گفت امی خود هسته در حالت اول قرار داره و ثابت می باشه و الکترون ها در چهار طرفش در گردش می باشه. مدل کیک کشمش دار مربوط تامسون بود. خب بعد از او رادرفورد دانشمند دیگر آمد و نظری خود بیان کرد و همچنان مدل خود. رادرفورد هم گفت که امی خود اتم که یک ساختمان
مسلمانی هست که دارای هسته می باشن و می هستیش بزرگترین و سنگین‌ترین قسمتش است که میان پر می باشن و او مدل نظام شمس بیان کرد. مدل نظام شمس در پکانه براتان نشان می تون. خب شاگردان عزیز، مدل نظام شمس بیان کرد، گفت قسمی که آفتاب در وسط وجود داره و ستاره ها یا سیاره ها در چهار طرفش در گردش می باشه، گفت دقیقا قسمی که گفت آفتاب در وسط وجود داره، ستاره ها در چهار طرفش در گردش می باشه، گفت دقیقا همه قسم در خود الکترون که می باشه، هسته در وسط می باشه، الکترون ها در چهار طرفش در گردش می باشه. کی مدل را که پیشنهاد کرده بود، این هم مدل زیاد مشهور بود که به نام مدل نظام شمس یاد میشه. چی گفته بود؟ گفته بود آفتاب در وسط است و ستاره ها در گردش می باشه. همه قسم گفت هسته در وسط است و الکترون ها در چهار طرفش در گردش می باشند. بعد از رادرفورد، دانشمند دیگر به نام نیلز بور که دانشمند دنمارکی بود، در سال 1913 او در مورد امی الکترون ها نظری خود بیان کرد. اونا گفت در مورد الکترون ها فکر کنید اینی هسته است، این نامدارش و این هم الکترون. گفت الکترون ها که هست در یک سویه معین در حرکت است. هر کدامش ها فکر کنید اینجا الکترون است، اینجا اینجا اینجا، تمامش در یک سویه معین در حرکت است، معین می باشه، منظم می باشه جایش و گفت در سویه معین در حرکت است. تا زمانی که او در حرکت است، نه انرژی می گیره نه انرژی خود از دست می ده. یعنی این کس خود به خود انرژی زیاد میشه که این طرف انتقال پیدا کنه و نه انرژی خود از دست میده که به طرف هسته بیه. یعنی نه این طرف میره و نه اون طرف میره، فقط در جای خود باقی میمانه. نیلز بور چی گفت؟ گفته که الکترون ها در سویه معین در حرکت میباشن. تا زمانی که او در حرکت است، نه انرژی میگیره و نه انرژی خود از دست میده. چون اگر این انرژی میگرفت، تصور کنیم اگر همی خود الکترون انرژی میگرفت، پس معلومدار است که در سویه های بعدی انتقال پیدا میکنه. انرژی اگر برش میدادیم در اینجا میرفت، بعد از او دمدار بدی، بعد از او دمدار بدی، و یا هم اگر این انرژی خود از دست میداد، پس باید به سویه های پایین تر از خود نزدیک هسته قرار میگرفت، در حالی که اوتی یک چیز امکان ندارم. از همین خاطر قسمی که شما میفهمید خداوند هر چیزه به حد معینش و منظمش آفریده، همه قسم حتی الکترون ها، سیاره ها، ستاره، هر کدامش دارای مدار معین و منظم است. هرگاه اونا از مدار معین و منظم خود بیرون شود، در این صورت کائنات در هم میخوره و در هر چیز تغییرات و تحولات زیادی به وجود میاد که باعث گدودی و هرج مرج در دنیا میشه. از همین خاطر هر چیزی که به شکل دقیق و منظم وجود داره، حتی الکترون که یک ذره بسیار کوچکتر می باشه. پس شاگردان عزیز، بیاین با هم یک جا درس به طور خلاصه جمع‌بندی کنیم. نظر به تاریخچه اتم گفتیم که در مورد تاریخچه اتم چندین دانشمند نظر داد که یکی از اونا دموکرات یا دموکراتس بود که گفته بود خود الکترون که هستک دارای هسته می باشه و هستش میان پر است و غیر قابل تجزیه می باشه. جان دالتون آمد و گفته که نخیر، الکترون هم اتم هم می تانیم به ذره های کوچک و کوچکتر تجزیه کنیم. بعد از او دانشمند دیگه به نام چی بود؟ بله، به نام جوزف تامسون بود. او مدل کیک کشمشدار پیشنهاد کرد و در سال 1911 گفت که مدل کیک کشمشدار همه قسم که کیک دارای کشمش می باشه، همه قسم ای هم همی خود هسته دارای الکترون ها می باشه که در چهار طرفش در حال حرکت می باشه. دانشمند دیگر رادرفورد مدل نظام شمس پیشنهاد کرد، گفت که ام قسم که آفتاب در وسط از ستاره و یا سیاره ها در چهار طرفش در گردش می باشه، دقیقا ام قسم هسته در وسط وجود داره و الکترون ها در چهار طرفش در گردش می باشه. و همچنان دانشمند دیگر به نام نیلز بور در سال 1913، دلسبور که دانشمند دنمارکی بود، او در مورد الکترون نظری خود بیان کرد. گفت که الکترون ها در مدار معین، هر کدام از اینا مدار گفته میشه، ای یعنی الکترون ها در مدار معین
در حرکت است. تا زمانی که اینا در حرکت است، نه انرژی میگیرن و نه انرژی خود را دست میدن. تصور کنید اگر الکترون انرژی میگرفت، معلوم دار است به سویه های بدی انتقال پیدا میکرد و اگر انرژی خود را دست میداد به نزدیک هسته یا به یک مدار قبل دیگر، یعنی پایین‌تر از خود انتقال پیدا میکرد، در حالی که قسم نیست به شکل منظم همیشه فعالیت های خود را انجام میدن. خب شاگردان عزیز، نکات مهم برتان یادآوری کردم که نظریه دموکرات بود، جان دالتون بود، جوزف تامسون بود که مدل کشمش دار پیشنهاد کرده بود، رادرفورد بود که مدل نظام شمس پیشنهاد کرده بود، و اندرسبول بود که در سال 1913 در مورد الکترون نظریات خود را بیان کرده بود. خب شاگردان عزیز، با امید زیگه درس امروز را به خوبی یاد گرفته باشین و نکات مهم اساسی را هم یادداشت کنین و درس را بسیار دقیق بخونین و پرکتیس کنین، چون زمانی که میایین همه درس های آنلاین که شما خواندین از اینا یک امتحان گرفته میشه. و تا دیدار بعدی، تا جلسه بعدی، شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.